سلام علیکم، من زهر الملوکم، به کانال من خوش اومدین. امروز قراره داستان زندگی فوزیه، همسر اول محمد رضا شاه رو با هم بشنویم. از اونجایی که فوزیه یه زن خجالتی و کم حرف بود و کمتر در مورد خاطراتش تو ایران با کسی صحبت کرده، ممکنه چیزایی رو امروز بشنوین که تا به حال نشنیدین. پس با من همراه باشین. شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن. فوزیه فؤاد متولد 14 آبان سال 1300 تو مصر بوده. فرزند دوم ملک فؤاد پادشاه مصر و ملک نازلی همسرش بوده. اون تو کاخ راس در شهر اسکندریه مصر به دنیا میاد. یه برادر به اسم فاروق و سه تا خواهر به نامهای فائزه و فائقه و فتحیه داشته. پدرش چند سال قبل از اینکه اون با ولیعهد ازدواج بکنه فوت میکنه و برادرش فاروق جانشین پدرش میشه. اون برای تحصیلات خودش به سوئیس میره و در اونجا با زبان انگلیسی و فرانسه آشنا میشه. فوزیه انقدر زیبا بوده که اون رو با ستاره های زمان خودش، یعنی دیوین لی و لامار، مقایسه میکردن. در اون زمان دغدغه های رضا شاه در پایان دوران حکومتش انتخاب یه همسر مناسب برای پسرش محمد رضا بوده. اون میخواسته که همسر پسرش یه شاهزاده اصیل و نجیب باشه و همینطور اون میخواسته که دربار ایران با خانواده سلطنتی دیگه نسبت سببی هم پیدا کنه و رابطهش با یکی از کشورهای دوست و نزدیکش رو میخواسته استوار بکنه. به خاطر همین تمام اطرافیان خودش رو جمع میکنه که برای محمد رضا دنبال یه شخص مناسب بگردن. در نهایت احمد راد، وزیر مختار ایران اون زمان تو قاهره، پیشنهاد وصلت با خاندان فاروق تو مصر رو به رضا شاه میده. رضا شاه هم بعد از دیدن عکس فوزیه موافقت خودش رو اعلام میکنه و احمد راد زمینه وصلت رو فراهم میکنه و میره با دربار مصر صحبت میکنه. این ازدواج از دید رضا شاه علاوه بر اینکه اتحاد بین ایران و مصر رو بیشتر میکرده، خب مکنت مالی عروس رو هم مورد توجهش قرار داشته و میتونسته یه پشتوانه شخصیتی و خانوادگی هم براش باشه. از طرفی هم خانواده فاروق فؤاد به دنبال رسیدن به منافع خودشون بودن و همین خاطر با این ازدواج موافقت کردن. بعد از اینکه رضا شاه موافقت خانواده فؤاد رو میگیره، عکس فوزیه رو به ولیعهد نشون میده و میگه این همسر آینده توست، تا چند روز دیگه باید برای عروسی با فوزیه به مصر بری. محمد رضا میگه من تا اون زمان همسر آینده خودم رو ندیده بودم و به همین جهت ترتیبی داده شد که من به مصر برم و طی 2 هفته اقامت با شاهزاده خانم فوزیه آشنا بشم. البته بعضی ها میگن که قبل از ازدواجشون یه بار توی سوئیس، جایی که با همدیگه درس میخوندن، همدیگر رو دیده بودن. سینای شعبان، نوه شاه دخت فوزیه، دختر نادیا شیرین بیگ، ازدواج مادر بزرگش فوزیه رو با ولیعهد ایران اینجور تعریف میکنه. یه روز ملک نازلی میاد نزد فوزیه و یه عکسی رو به اون نشون میده و میگه این نامزد توه. فوزیه اون موقع 16 سالش بوده و هنوز یه بدن ظریف و موهای بلند داشته. وقتی که ولیعهد ایران میاد خواستگاریش، موهاشو کوتاه میکنن به نشونه این که تو دیگه بزرگ شدی و وقت ازدواجت رسیده و از فوزیه اصلا هیچ نظری نمیخوان. البته اون زمان اغلب از جوانا نظری نمیخواستن و کار خودشونو انجام میدادن. ازدواج اونها هم یه ازدواج سیاسی بین دو کشور بود. مراسم خواستگاری بلافاصله توسط نماینده‌های ویژه پیگیری میشه و محمد رضا پهلوی برای اجرای مراسم عقد کنون به مصر میره. کاخ قبه رو برای اقامت اون و همراهاش در نظر گرفته بودن. در نهایت در اسفند سال 1317 محمد رضا که اون زمان فقط 19 سالش بوده با فوزیه که 17 سال داشته تو قاهره پایتخت مصر ازدواج میکنن و یه مراسم با شکوه و مجلل تو مصر برپا میشه. بعد از عروسی تو مصر فوزیه به همراه محمد رضا شاه و مادرش نازلی و یه کلفت مصری به ماه عسل میرن و بعد از اون تو فروردین سال 1318 به ایران میان و در ایران هم یه مراسم با شکوهی رو ترتیب میدن. مردم ایران اون زمان خیلی فوزیه رو دوست داشتن و به فوزیه خیلی خوش آمد میگن. با اینکه فوزیه ایرانی نبوده ولی مردم براش احترام خاصی قائل بودن.
فوزیه زبان فارسی بلد نبوده و فقط زبان انگلیسی و فرانسه و عربی رو بهش تسلط داشته. زبان مشترک صحبت‌های اون و محمد رضا شاه هم زبان فرانسه بوده. اونا با همدیگه به زبان فرانسوی صحبت میکنن. بعد از اومدن فوزیه به ایران، یه معلم برای فوزیه میارن که زبان فارسی رو یاد بگیره و اون خیلی زود سعی میکنه زبان فارسی رو یاد بگیره. فوزیه زنی باهوش بوده ولی در این حال خجالتی و منزوی هم بوده و هر بار که با کسی صحبت میکرده بلافاصله صورتش سرخ میشده. خلاصه خانواده فوزیه اون رو به ایران میارن و برمیگردن. تو این بین میگن که بین رضا شاه و ملک نازلی هم یه سری اختلافا پیش میاد. جو ایران با مصر خیلی فرق داشته و متاسفانه فوزیه تو شرایط خیلی بدی وارد ایران میشه. خاندان فوزیه خیلی محافظه‌کار بودن و مقرراتی، ولی خب فوزیه در ایران یه کمی آزادترم بوده. سانیا میگه فوزیه شاه رو خیلی دوست داشته و میگفته که شاه با اون خیلی مهربون بوده و با اینکه سنی نداشته همیشه اونو حمایت میکرده و خب محمد رضا هم اولین فرد تو زندگی فوزیه بوده. یکی از مشکلای این ازدواج اصل 37 متمم قانون اساسی به وقت ایران بوده که تو اون باید مادر ولیعهد ایرانی تبار می بوده. به خاطر همین رضا شاه دستور میده به مجلس ملی که توی اقدام بی سابقه بیان یه لایحه‌ای رو تصویب بکنن که به فوزیه نه تنها تابعیت بدن بلکه یه ملکیت ایرانی هم ببخشن. رضا شاه خیلی رابطه خوبی با فوزیه داشته و از طرفی حرف شنوی فوزیه رو یه هست می دونسته و هر روز یه زمانی رو برای اون اختصاص میداده و نهار رو با اون صرف میکرده و تو تمامی جلسه هایی که سفیرای کشورهای مختلف میومدن اجازه میداد که فوزیه هم شرکت داشته باشه. خود فوزیه میگه پدر شوهرشون رو خیلی دوست داشته و خیلی لوسش میکرده. میگه با هم اسب سواری میکردن، بین مردم میرفتند و مردم خیلی دوستشون داشتن چون اونا خودشون رو از مردم میدونستن و خیلی عادی میان مردم راه میرفتن. فوزیه کلن این زندگی و عشق و این اهمیت دادن رو دوست داشته، اما در کل فوزیه به خاطر تیپ درونگرایی که داشته خیلی تو اجتماع حضور پیدا نمی کرده. اون بیشتر وقت خودش رو با کلفت مصری خودش که با خودش از مصر آورده بوده می گذره و هر روز از ساعت 11 صبح شمس و اشرف برای دیدن اون به کاخ می اومدن و چند دقیقه ای رو با اون وقت می گذروندن. اما عکس هایی هم هست که فوزیه به جاهای مختلف رفته و تو اجتماعات مختلف شرکت داشته. بریم با هم چند تا از اونا رو ببینیم. دو سال بعد از ازدواج فوزیه و محمد رضا تو 5 آبان 1319 دخترشون شاهزاده شهناز پهلوی به دنیا میاد. خب اون زمانم به دنیا آمدن فرزند پسر خیلی مهم بوده به خاطر اینکه جانشین ولیعهد قرار بوده که بشه و خب هم شاه هم رضا شاه خیلی از این موضوع که بچه اونا دختر بوده خوشحال نمیشن. به همین خاطر محمد رضا و فوزیه تلاش میکنن که یه فرزند پسر هم به دنیا بیارن، ولی به خاطر استرس زیادی که داشتن موفق به این کار نمیشن. همین موضوع باعث یه سری اختلافات میان فوزیه و محمد رضا میشه. از طرفی هم اونا تو سال اول تو کاخ مرمر تهران زندگی می کردن تا اینکه 2 بعدش یعنی 1320 محمد رضا تو سن 22 سالگی جانشین پدرش میشه و با آغاز سلطنت محمد رضا و درگیری بیش از حد اون بابت کارهای مملکت روابط بین این دوتا یکم تیره و تار میشه. فوزی هم از اونجایی که کلن دختر کم حرف و خجالتی بوده و کسی از خانوادهش اونجا پیش اون نبودن خیلی احساس تنهایی میکرده. از طرفی هم اون زمان رفت آمد به مصر اصلا کار آسونی نبوده و خیلی براش سخت بوده که بخواد بره و برگرده. خلاصه که این اواخر شاه به خاطر اینکه خیلی مشغول کارهای کشور بود از فوزیه هم دور شده. همین موضوع باعث میشه که فوزیه به شاه بگه برای مدتی برای استراحت میخواد به مصر بره و شاه هم بهش میگه میتونی بری ولی شهناز رو نمیتونی با خودت ببری و اون اینجا میمونه.
اون مجبور میشه به مصر برگرده و بعد از رسیدنش به مصر به برادرش ملک فاروق میگه که قصد جدایی داره. البته حکایت از اینجا شروع میشه که بعضیا میگن چون ملک فاروق خودش میخواسته از فریبا همسرش جدا بشه و همینطور نمیخواسته که اولین پادشاه مسلمونی باشه که طلاق گرفته. به خاطر همین خواهرش رو مجبور میکنه که از شاه طلاق بگیره. اما ساینای در این مورد میگه ملک فاروق چون دیده بوده خواهرش از لحاظ فیزیکی خسته بوده و نیاز داشته به مصر برگرده، فشاری بهش نیورده و با طلاقش موافقت کرده. از طرفی هم بعضی ها میگفتن که فوزیه به خاطر اذیت و آزاری که مادر شوهرش و خواهر شوهرش باهاش میکردن از ایران رفته. اما خود ساینای نوه فوزیه میگه که فوزیه مصری بوده، قطعا فرهنگشون خیلی با هم دیگه فرق داشته، اونا باهاش بدرفتاری نمیکردن ولی خب متفاوت بودن، ولی کم کم فوزیه به فرهنگ اونجا هم عادت کرده بوده. بعد از رفتن فوزیه شاه خیلی زیاد تلاش میکنه که فوزیه رو برگردونه و خیلی برای فوزیه نامه میفرسته، ولی دیگه اتفاقیه که افتاده بوده، فوزیه تصمیم خودشو گرفته بوده. در نهایت سال 1324 فوزیه طبق قوانین مصر از شاه ایران تقاضای طلاق میکنه. طلاقش تو مصر ثبت میشه. اما تو ایران به خاطر شرایط سیاسی و تلاش ناموفق برای برگردوندن فوزیه 3 سال طول میکشه تا صیغه طلاق خونده بشه. و در نهایت شاه از فوزیه جدا میشه. فوزیه برای بار دوم تو سال 1329 وقتی که 29 سالش بوده با اسماعیل شیرین وزیر دفاع و فرمانده سابق نیروی دریایی مصر که از بستگان دور خودش بوده ازدواج میکنه. ثمر این ازدواج هم یه دختر به اسم نادیا و یه پسر به اسم حسین میشه. در نهایت سال 1331 فوزیه که تو سال سوم ازدواج دوم خودش بوده یه کودتای ضد سلطنتی علیه برادرش ملک فاروق صورت میگیره و به خاطر همین عنوان شاهزادگی ازش گرفته میشه و همه ثروتش مصادره میشه. اما حاضر به ترک کشورش نمیشه و به همراه همسرش تو اسکندریه به زندگی ادامه میده. فوزیه هیچ وقت در مورد دوران ملکه بودنش تو ایران مصاحبه ای انجام نداده و کتابی هم ننوشته. فقط خاطراتش همون چیزایی هستش که از زبون نوش شنیدیم. اون تو طول زندگی شاهد انقلاب مردم ایران و فوت محمد رضا شاه و خاک سپاریش در کشور مصر بوده. در نهایت خودش هم تو 11 تیر 1392 وقتی که 91 سالش بوده فوت میکنه. بعد از ازدواج با محمد رضا یه میدون تازه تأسیسی تو تهران به نام فوزیه نامگذاری میشه، اما بعد از جدایی اون اسم میدون به شهناز تغییر پیدا میکنه و در حال حاضر هم که اسم میدون میدان امام حسینه.